در این قهرسال فضیلت و عدالت همه از شما شاکیند و من از شما متشکرم. زنیار دل نوازم شکریست با شکایت. دیداست که این ارتباط اینا خیلی نزدیک بوده که میگوید زنیار دل نوازم شکریست با شکایت. بله، نه این که شکایتی نداشته باشم، دارم و بسیار دارم، اما آنها را با خدا در میان نهادم. گوشهای شما چندان از ستایش و نوازش مداحان پر و سنگین شده است که جایی برای صدای شاکیان ندارد، ولی من از شما بسیار متشکرم. شما گفتید که حرمت نظام حذف شد و آبروی اون به یغما رفت. باور کنید که در تمام عمر خود خبری بدین خوشی از کسی نشنیده بودم. آفرین بر شما که نکبت و ذلت استبداد دینی را اذعان و اعلام کردید. سروش قطعا به این نتیجه رسیده است که استبداد دینی ذلت و نکبت هست. حالا اینکه خامنه‌ای خودش اعلام کرده که عرض کنم که اعلام کرده که این به نکبت و ذلت رسیده، داره اینجا تأیید میکند و در ضمن تأکید هم میکند برای من. آفرین بر شما که نکبت و ذلت استبداد دینی را اذعان و اعلام کردید. شادم که آخر الامر آه سحرخیزان به گردون رسید و آتش انتقام الهی را برافروخت. اینا مغلط است، اینا یک شاهی ارزش نداره. کدوم انتقام الهی؟ مرد حسابی آقای سروش، من میدونم شعر شما اینو نوشتید. خشم مردم است. اگر الله قرار بود خشمی داشته باشد در سال 67-68 خشمش پیدا شده بود. اگر خداوند شما هست، ولی بنده نمیگم خدا نیست، من اونقدر خرد ندارم که در این باب صحبت کنم. عرض کردم اهمیت خدا در چیست. اما اگر الله شما وجود می داشت که آقا می آمد همون سال 67-68 که هزاران هزار اینها می کشتن، دست اینها رو می گرفت پدر جان. چرا اعتباری که بایستی به مردم داد به الله مدینه می دید؟ قربونتون برم. آخه به عوضی که بگرد آتش انتقام ملت را برافروخ، باز این داره اعتبار می ده به الله مدینه، انتقام الهی را برافروخ. شما حاضر بودید آبروی خدا برود اما آبروی شما نرود. ببینید نام ملت رو باز نمیبره. مردم به دیانت و نبوت پشت کنند اما به ولایت شما پشت نکنند. شریعت و طریقت و حقیقت مچاله شوند اما رضای ریاست شما چین و چروک نخورد. اما خدا نخواست دلهای سوخته و لبهای دوخته و خونهای ریخته و دستهای بریده، آها حالا درست شد، دامنها بله دامنهای دریده نخواستند و نگذاشتند، حالا درست شد. ببینید سخن باید از مغلطه خالی باشه. بسیار مهم هست ما بتوانیم کلام خود رو از مغلطه پاک کنیم. پاکان و پارسایان و پیامبران نخواستند مغلطه، محرومان و مصلحان و ستم کشیدگان و ستم ستیزیان نذاشتند. بله این درسته، این عبارت درسته. هرگز در نوشتن مطلبی از یک انسان به یک انسان، به خصوص در باب مطالبی که به اعمال انسان مربوط است، به خصوص سیاست، جایی برای خدا و الله و پیغمبر و قرآن اینها وجود نداره. اگر بشود اونها هم به فساد می روند. باری پری نهفته رو خود دیو در کرشمه حسن. باز از حافظ استشهاد کرده، پری نهفته رو خود دیو در کرشمه حسن. یعنی شما آدم های خوب و پاک رو تمام رو حذف کردی، یک مش جنایتکار و یک مش آدم خور رو بر مردم حاکم کرد. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت عقل ز حیرت که این چه بلعجبی است. حافظ فرم. خب قصه جمهوری ولای شما بود و اینک خدا را شکر که پرده اثبت دروغین این دیو دریده شد، رازش فاش و مشتش باز شد و تر دامنیش بر آفتاب افتاد و جهانیان با خشم و حیرت اون را برهنه مشاهده کردند. آقای خامنه ای، من میدانم که روزهای تلخ و سختی را میگذرانید. خطا کردید، خطایی سخت تدبیر. این خطا را من 12 سال پیش به شما نشان دادم، گفتم آزادی را چون روش برگیرید، از حق بودن و فضیلت بودنش بگذرید، این را برای رسیدن به حکومتی کامیاب به کار گیرید. این را که میخواهید، چرا شیپور را از سر گشاد میزنید؟ چرا میان
مردم اساتان و خفیه نویسان و جاسوسان میگماری تا ضمیر آنون را بخوانند و یا به حیله و ترفند سخنی از زیر زبانشان بکشند و راست و دروغ و نارس و ناقص به شما گزارش دهند. مطبوعات را، احزاب را، انجمنها را، ناقدان را، مفسران را، معلمان را، نویسندگان را آزاد بگذارید. مردم به صد زبان حکایت خود را آشکار خواهند گفت، آشکارا خواهند گفت و پنجره های خبر و نظر را بر روی شما خواهند گشود و شما را در تدبیر ملک و تنظیم نظام یاری خواهند کرد. مطبوعات را خفه نکنید، آنها ریه های جامعه هستند، اما شما از بیراهه و کجراهه رفتید و اینک در طلسم تهلکه‌ای افتاده اید و قربانی نظام بسته‌ای شده اید. اینها کدهای آخوندی و قرآنی هم هست. ولا تلقوا بأیدیهم الی التهلکه، قرآن، یعنی به دست خود رو به مهلکه نیندازید. تهلکه یعنی مکان مرگ، خطرناک. اینا میفهمن زبونه، هم رو میفهمن. این خودت کردی و به دست های خود رو به مهلکه انداختی. خیلی خوب، بله، و قربانی نظام بسته ای شدید که دیرگاهی خود اون را آفریده اید. یعنی تمام جنایاتی که در این گذشته شده در دست شما. من خدمت شما وطن اسیر عرض کردم که مرکز ثقل همه جنایات در ایران سید علی خامنه ای است. مابقی جنایتکاران پایین دست او ایستادن یا پشت سر او هستن، از نوع احمدی نژاد و اون وحیدی و همین ریشهدی و بقیه که در کار هستن، نمیدونم کدومشون هم در کار هستن، همه جنایتکاران سرتاسر ایران زیر نظر سید علی خامنه ای داره عمل میکنن. تمام این جنایت ها، تمام این تجاوزات، هموطن گرامی، شلاق زدن ها، پاشکستن ها، بی حرمتی ها به دستور این آدم و زیر نظر این آدم هست. دوست عزیز و قدیم سروش هم دارد این را میگوید. توجه نکنید به اخبار ساعت 8 که رهبر معظم مسلمین حضرت آیت الله العظمى فلان این مزخرفات و مهملات خبر نداشتن که در نمیدونم فلان جا چه میگذشت، در تحریر در چه میگذشت. به محضی که فهمیدن فرمودن اقدام قانونی بکنید، تحقیق بکنید. اینا نیست. گفت تبل پنهان چه زنم، تشت من از بام افتاد. تشت رسوایی جنایت این رژیم خوناشام از پشت بام افتاد، صداش رو همه جهان شنیده. این دیگه تبل پنهان زدن هست. خب بله، میگوید که قربانی نظام بسته شده اید که دیرگاهی است خود اون را آفریده اید که نه نقد در آن میروید و نه نظر، نه علم، نه خبر. گمان میکنید با خواندن بولتن های محرمانه و گوش دادن به مشاوران گوش به فروان خبرهای کامل و جامع را به چنگ میآورید، اما هم انتخاب خاتمی هم انتخاب سبز موسوی باید به شما نموده باشد که افیون استغنا و افسون استبداد زیرکی و دانایی را از شما ستانده است. بسیار زیبا و بسیار قوی. در واقع این که نوشته است افیون استغنا و افسون استبداد همه آدم ها رو میگیرد. شما حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو بیاورید، قدرت مطلق رو در دست او بدهید. این مطلبی که این گفته است، یعنی آقای سروش، افسون استغنا و افسون استبداد مسیح رو هم فاسد میکند. ایرادهایی که بر احوال پیغمبر اسلام وارد هست و همه اسلام شناسان و همه محققان با انصاف کردن، اون جنایات مدینه به اون سبب شد که ایشان بر مرکز قدرت نشست و فرمانده سپاه شد. این در روزگاری که در مکه بودن که همه آیات زیبا انسانی، محتوا انسانی، فهوا انسانی، شاعرانه و زیبا، دعوت زیبا در قدرت. فراموش نکنید کلید رهایی کنترل قدرت هست هموطن، در کار سیاست و امور مملکت هر جامعه. قدرت رو به دست هر کسی بدهید او رو فاسد میکند. همین افیون استغنا و افسون استبداد هست که علی گدا که سهل است، خمینی که
پیامبران ما پیامبران بر قدرت نمیشناسیم، هم بودن جز یک تن. پیامبران مردمان فقیری بودن، از توده های فقیر، از عوام، از برای عوام. سخنانشان عامیانه بوده و عوامانه بوده. راه می رفتن، خرقه بر دوش، حرف ها می زدن برای گسترش فضیلت، انسانیت، رحم و مروت، شفقت، گسترش روح تعاون